نعیم بدیع‌زاده. پروردگار توانا، از راه لطف و مکرمت در روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1316 که مطابق است با 5 محرم الحرام 1357 فرزندی به ما عطا فرمود. چون از باران رحمت الهی قطره‌ای که نصیب ما شد در ماه محرم بود، که ماه متعلق به حسین ابن علی علیه السلام است، برای انتساب به این دودمان و توسل به آن خاندان اسم او حسین خواهد بود. ولی برای آن که از دریای نعمت و مرحمت خداوندی بی نصیب نباشد، در ورقه شناسنامه او نعیم ذکر شد. خدایا، به قربان درگاهت تا در حیاتش او را از بلاها حفظ و از بحر بی پایان نعمت و مکرمتت بی نصیبش مفرما. به حق محمد و عزت و طاهرین علیهم الصلوات اجمعین. پدری که وجودش برایم احساس امنیت بود، برایم قهرمان تمام زندگی بود، نمیتونستم افول اونو قبول کنم. اگر ضعفی در اون میدیدم به شدت منو آزرده میکرد. بزرگتر از پدرم کسی رو نمیدیدم. هنوزم برام قابل تحمل نیست که کسی بخواد از او ایرادی بگیره. اینها عیناً واقعیات احساس درون منن، اما متاسفم که این احساس به خاطر روزگار بدی که گذشت شکسته شد. نزدیک به 70 سال از عمرش گذشته بود. موضوعات و مسائل مختلفی رو طی سالهای زندگیش دیده و تجربه کرده بود. خوب میشد وقتی هم برای درد و دلش میگذاشت. از گذشتش بیشتر حرف میزد، بیشتر یاد میکرد، از خواسته هاش میگفت. از ته دل حرف زدن نیاز همه است، ولی بیشتر اوقات متوجه نیستیم یا فراموش میکنیم که باید احساس درونمون رو خالی کنیم. همه ما در وجودمون مسائل و درد و دلایی داریم که ممکنه اونا رو محبوس کنیم و هیچ وقت هم ازشون صحبتی نکنیم. همیشه اشکال از خودمون نیست، چون وقتی داریم درد و دل خودمون رو میگیم، کسی خیلی حواسش نیست که حقیقتاً چی داره گفته میشه. حرفم ساده است. پدرم مرد بسیار خوبی بود، یا به قول بعضی از اقوام مرد نازنینی بود. باید بگم پدری خوب، دلسوز، مهربان. ای کاش میفهمیدم که باید
قدرشو بیشتر بدونم، ولی حیف روزگار یاری نکرد. از دوران کودکی و نوجوانیش و همچنین جوانیش اطلاع زیادی ندارم. دلیلش اینه که خیلی کم از اون دوران حرف میزد. آگاهی من نسبت به اون دوران پدر بسیار محدوده، اما مدارک مستندی هنوز از پدرم وجود دارن که باعث خوشحالی منن. خیلی خوشحالم که اونا رو در اختیار دارم و میتونم از اونا نگهداری کنم. یکی از با ارزشترین اونها حاشیه نویسی در قرآنه که با دستخط پدر بزرگم جواد بدیع‌زاده به مناسبت تولد اولین فرزندش نوشته و در اون خداوند متعال رو شکر کرده و براش به درگاه خداوند دعا کردن. از مطالبی که پدرم از ویژگی‌های پدر خودش تعریف می‌کرد اون بود که به فرزندانش علاقه فراوان داشت و همیشه با تأکید بازگو می‌کرد اون با ما با مهربونی رفتار می‌کرد و از ته دل به ما علاقه داشت. یکی از خاطراتی که پدرم از پدر بزرگم تعریف می‌کرد درباره پیدا کردن شغلش بود. اون تعریف می‌کرد تازه دیپلممو گرفته بودم و فکر می‌کردم دیگه کاری ندارم. با خیال راحت خوابیده بودم که صبح بدیعم آمد بالای سرم و با اعتراض صدام زد: بلند شو برو به دنبال کار، من به تو پول نمیدم. پدرم در ادامه تعریف میکنه بدیعم بسیار مهربان بود و منو خیلی دوست داشت و این اولین باری بود که به هم تشر زد. خودش تعریف میکرد ساز سنتور رو خیلی خوب مینواخته. این ادعا مورد تایید عمه و عموهایم هم هست. در جوانیش همراه با پرویز یا حقی در کنار ساز ویولن او سنتور می نواخته. این همراهی به درخواست پرویز یا حقی یا گاییم به توصیه پدر بزرگم با او همراه می شده. زمانه یادم هست وقتی به موسیقی ایرانی اونم ساز سنتور گوش می کرد اشک می ریخت. در زمینه کار و فعالیت شغلیش آدم موفقی بود. پشتکار خوبی داشت، ابتکار عمل داشت. به قول خودش فقط 40 سال فعالیت مفید کاری داشته و صدها نفر برای شروع فعالیت کاری از نظر او گذشته بودند. در صنف کاری خودش فردی معتبر و خوشنام بود. این اعتبار و خوشنامی فقط در یک بُعد محلی قرار نداشت، بلکه در بُعدی بسیار بزرگتر محسوب می‌شد. هنوز برای شروع کاری بزرگ یعنی نماینده شرکت کاترپیلار او تنها و بهترین گزینه بود. پدرم در آستانه دهه 50 سالگی خودش بود. میدونم در همون سالهای اولیه همکاری با کاترپیلار یک برگه‌ای به او اعطا شد که تیتر اون برگه کلمه پروفشنال منیجمنت بود و مانند تقدیرنامه‌ای به او اعطا شده بود. منم به طور اتفاقی با اون برگه تقدیرنامه مواجه شدم. هیچ وقت خودشونو به من نشون نداده بود. مردی خوش برخورد، آرام و شوخ‌طبع بود. باید بگم این محبوبیت تنها میان اقوام و خیشان خودش نبود. اقوام و خیشان مادرم هم با او با دوستی و با احترام برخورد داشتن. در اون روزای آخری که پدرم در میان ما بود از یک مصرع مولانا خیلی استفاده می‌کرد: هر کسی از زن خود شد یار من. شاید الان که در میان ما نیست این مصرع بیشتر قابل درک باشه. نام و یادش گرامی باد.